شهر میتیش ولایت مسکو روز 27 یول سال 2022 دو ملتگرای روس سرگی مرشکوف و ماکسیم آرستارخوف را در کشتار بیرامونه زاده داغستان شمیل اودابانوف و باز یک نفر شخصیتش نامعلوم که غالبا مهاجر تاجیک بود گناهگار شناخت. برای این کشتاری که سال 2007 در جنگل لسین اوستراف در کنار شهر مسکو صادر شده بود، دادگاه آرستارخوف را به 16 سال و مرشکوف را به 17 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. آرستارخوف برای همکاریش با تفتیشات نسبت به مرشکوف حکم سبکتر گرفت. تفتیشات و دادگاه معاین کرد که ماه اپریل سال 2007 آرستارخوف به صف سازمان افراطی هولو در روسیه ممنوع فرمت 18 که به آن ملتگرای اشری ماکسیم مرسینکیویچ ملقب به تسکا رهبری میکرد پیوست. در این سازمان او را به کشتار بیرمونه و نمایشکارانه دو زاده داغستان و تاجیکستان جلب کردند. آرستارخوف که طبق نقشه کشیده سرتراشیده ها می بایست مکان انجام کشتار را تیار کرده، لحظه کشتن اون دو نفر رو به نوار می گرفت و ثبتش رو درست کرده در اینترنت می گذاشت. سرتراشیده ها قربانیان آینده رو از بین مهاجران پیدا کرده، آنها رو با این دروغ که گویا در یک نمایش صحنه سازی شده باید اشتراک کنند به جنگل لسین اوستروف برده، هر دو رو با بیرامی مخصوص کشتند. در ویدیویی که در اینترنت با نام قتل تاجیک و داغستانی نشر شد و سر و صدای زیاد به بار آورد، لحظه کشتن اون دو بیچاره بخت برگشته ثبت شده دیده می شود که افراد نقاب در رو در زیر پرچم با سواستیکه فاشیستی آن تاجیک و داغستانی را با دست و پا و چشمان بسته گذاشتند و سپس یکی را پراندند و دومی را با کرد سرش را از تن جدا کردند. خویشاوندانش در یکی از قربانی ها زاده نویه قزلیورت جمهوری داغستان شمیل اودامانوف را شناختند. شخصیت قربانی دوم را تا حال معین نکردند، ولی باور می رود او زاده تاجیکستان است. مدت زیاد تفتیش این کشتار پر سر و صدا و نمایشکارانه به نتیجه باقی مانده بود، ولی سال 2020 ماکسیم مرسینکیویچ یا تسکا که در محبس قرار داشت دست داشتنش در آن دو کشتار را به گردن گرفت و گفت در آن جنایت آرستارخوف نیز اشتراک داشت. صبح 16 سپتامبر سال 2020 مرسینکیویچ را در کامیرای سزای شهر چلیابینسک مرده پیدا کردند. مرگ او را رسما خودکشی اعلام کردند. از مرسینکیویچ چند نامه پیش از مرگ پیدا کردند که یکی اش را حتی در دهانش پنهان کرده بود که در این نامه ها او نوشته بود که بیانات دوداش به ضد همصفانش تهمت بود، ولی در جریان تفتیشات آرستارخوف هم دست داشتنش در قتل دو زاده تاجیکستان و داغستان را به گردن گرفت و بیانات داد که در این کار مرشکوف نیز اشتراک داشت. حکم نوی آنها در حال اعلان شد که آرستارخوف و مرشکوف الکای در محبس برای جنایت های دیگر ادای حکم میکنند. ماکسیم آرستارخوف در غارت یک راننده تاکسی گناهگار شناخته شده. سرگی مرشکوف برای رساندن جرایم وزنین به یک افسر فسب به 18 سال زندان محکوم شده است.